I think from political point of view, I actually follow the politics of Iran very closely because من فکر می‌کنم از دیدگاه سیاسی و البته من سیاست ایران رو به دقت دنبال می‌کنم، زیرا ایران یکی از قوی‌ترین کشورهای اسلامی در حوزه مقاومته. برای 43 سال این انقلاب ادامه پیدا کرده و هیچ چیز نشون ندادند جز قدرت، یکی بعد از دیگری، با وجود همه تحریم ها. و البته من فکر میکنم که تحریم ها موفق نبوده، کارگر نبوده، و هرچه شما رو بیشتر تحریم میکنند نیرومندتر میشید. در حقیقت اونها اثبات کردند که یعنی ایرانی ها اثبات کردند که برای بقا به هیچ کس نیاز ندارند جز خدای متعال. این نظر من به عنوان کسی که از بیرون نگاه میکنم و هیچ جا ندیدیم یا نخوندیم یا نشنیدیم که ایران به کسی حمله کرده باشه. ایرانی ها به دیگران حمله نمی کنند، بلکه دیگرانند که به اونها حمله می کنند و ایرانی ها دفاع می کنند. در حال حاضر اونها قوی ترین سیستم دفاعی رو دارند و بر عقیده بنده به عنوان یک مسلمان اونها بر اساس اسلام عمل می کنند و روش اسلام رو به بهترین وجه نشون می دن. اونها حمله نمی کنند بلکه دفاع می کنند و این کاری است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله انجام داد. من به اونها تبریک میگم و اگر این حمله ها نبود الان ایران در این جایگاه نبود و این قدرت رو نداشت. اونها کاملا با برنامه هستند و حتی وقتی بدترین اتفاق برای ایران میفته، مانند ترور شهید سلیمانی که من بسیار ناراحت بودم، اما ایران خودش رو کنترل کرد. این به معنی اون نیست که اونها ناراحت نیستند و آسیب ندیدند. من معتقدم که هر مسلمانی آسیب دید، اما در این حال من فکر میکنم که اونها کاملا با برنامه هستند و در تصمیم گیری کاملا پخته هستند و گفتن ما نمیخوایم به کسی حمله کنیم. این دلیل نمیشه که ما به کشوری لشکرکشی کنیم. سردار اونها کشته شده بود. اگر این اتفاق در کشور دیگر می افتاد اون رو بهانه برای حمله به دیگر کشورها می کردند، همچنان که انجام دادند. این به معنی اون نیست که ایران قدرت انجامش رو نداره، اما خیشتنداره و با برنامه عمل می کنه.